دوباره شما رو خوش آمدید. میگه ممنون از حوصله مندیتون که تا بکنون حضور دارین. چیزی که در قبلا بر شما ذکر کردم که بحث این نیم ساعت ما در مورد این مسئله است که میلیاردها دلار که آمد و کمک هایی که صورت گرفت، اگر در ابعاد نهادهای امنیتی به مصرف رسید، اگر برای تامین امنیت به مصرف رسید، اگر برای اینکه مبارزه با فساد صورت بگیره، مبارزه با مسائل دیگر صورت بگیره، چقدر این پول ها را حکومت ها تا به امروز توجه بر این کردن تا اینکه بتونن که مکان های عامل منفعه را بیشتر ایجاد بکنن، به وجود بیارن تا مردم بتونن استفاده راحت تر و خوب تر از اون بکنن. به طور مثال چقدر مکاتب ساخته شد، چقدر شفاخانه های معیاری ساخته شد، چقدر پارک های سرسبزی ساخته شد تا اینکه مردم با خانواده هایشون بتونن در اون مکان ها حضور پیدا بکنن، در کل چقدر مساجد ساخته شد. این مسئله که برمیگرده به ملکیت عامه در این مورد صحبت میکنیم. و یک بحث خیلی کوتاه در مورد رستوران هایی که در کشور فعالیت میکنه که بیشتر در پایتخت و در نقاط مختلف پایتخت وجود داره گپ میزنیم که خوشبختانه شاید افزایش رستوران های متفاوت در مرکز کشور هستیم. اما اگر بر بگردیم سر بزنیم به وضعیت اونا از ناحیه های اقتصادی و مشکلات امنیتی و چالش هایی که صدرایشان است بیداد میکنن. دیدگاهشان بر این است که اقتصاد مردم تضعیف شده و بنابراین مردم حاضر نیستن تا در رستوران ها حضور پیدا بکنن و بتونن که خرید و فروش را روی دست بگیرن و مشکلات اونا هم حل بگردن. دو مسئله متفاوت را در 2-15 دقیقه برای شما به نشر میگیریم. آقای اسدالله فرقانی با ما هستن و در این مورد بیشتر با ایشان گپ بزنیم. خوش آمدید آقای فرقانی. خوش آمدید. سلام آقای فرقانی، چقدر توجه حکومت بر این بود تا اینکه بتونه که پروژه های عامل منفعه را بسیار تقویت بکنه و گسترش بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت بیننده‌های عزیز تلویزیون شما و همکاران تکنیکمون. در باب سوال شما باید بگوییم که البته حکومت از آغازی که زیر نام وحدت ملی شکل گرفت، همین طور که در بخش‌های مختلف باید حداقل زمینه و بستر مناسبی باید ساخته میشد که تا بتوانه مردم افغانستان و جامعه و طبقه کارگر افغانستان بتوانه بهتر به سمت سوی آسایشتر بروند. البته در مواردی که شما یاد کردین شده، کارهای شده که البته او چشمگیر است، ولی نیازمندی های مردم بیشتر است و تجمعات و ازدیاد بودن نفوذ در سطح کشور باعث ازی شده که البته یکشین قراردادها نقشش کمتر است. بله، کار از دید شما صورت گرفته، بیشتر کاری که صورت گرفته و بیشتر پروژه های عمل منفعی که تطبیق شده در کجاها تطبیق شده؟ یا تنها ما میتونیم بگیم که مراکز شهرها بودن که مستفید شدن از این پروژه ها، و یا اگر بر بگردیم به ولسوالی های دوردست، ولایت های دوردست، اون مناطق هم بودن که بنابراین نیازمند بودن تا این پروژه ها در اونجا تطبیق میشد اما متاسفانه نشده؟ البته در باب از این مورد چیزی که یگانه مسئله که باید جایات شود ای است که این اختراعات و یک تعداد کارهایی که باید صورت میگرفت در افغانستان، نه تنها در مرکز که در سایر ولایت‌های افغانستان مثلا کار صورت گرفته. مثلا شما سردخانه هایی که در قندار به خاطر نگه داشتن میوه‌جات افغانستان ساخته شده میشه که یک نمونه خوبش باشه، و بالخصوص در ولایت شمال شرق در ساعت شمال اگر به می ترتیب کارکرد صورت گرفته. ولی در ولایت قندوز شما ببینید که بندر صادراتی وارداتی ما داریم، البته با توجه به دو بار سقوط قندوز توانست که یک فشار و یک اثر منفی بگذاره سر از ما، و در کل دولت چنین پالیسی منظم در قبال این مورد نداشته. چرا نداشتن؟ نه توانستن و این که آماده نبودن و یا در کل بی برنامه بودن؟ خب دیده میشه که وقتی که یک نظم اجتماعی بیشتر در اینجا حاکم باشه و به می ترتیب ما بتانیم که اقتصاد به گونه متوازن و برابر حداقل در سطح کشور ما رشد بتیم، اینطور یک پالیسی از طرف دولت نبوده، ولی همکاری مردم ما در این قبال شاید کمرنگ بوده باشه. ولی ما باورمند بر ازی هستیم که حالا این چیزی که در 13 سال آقای کرزی و بعدا حکومت وحدت ملی شکل گرفت، ما انتظار داریم که در حکومت آینده بتانیم که حداقل ساحات وسیع و جاها و مکانهای بسیار مهم در افغانستان بتانیم داشته باشیم که در اونجا به گونه مختلف باید فعالیت های اقتصادی داشته باشیم. اگر بدور از ولایت ها بخوایم گپ بزنیم، همین پایتخت را اگر ارزیابی بکنیم، مردم افغانستان تنها به خواستشان مسئله این نیست که باید برشان نان برسه و این که بتونن کار پیدا بکنن
و اینکه بتونن امکانات دیگر را داشته باشند. حتی مکلفیت ها و مسئولیت های کلان و عمده حکومت احیا و بازسازی و یا با وجود آوردن پارک ها است. پارک هایی که خانواده ها با اقاربشان بتونن، مکان های سرسبزی که بتونن برن حضور پیدا بکنن، هم یک رونق اقتصادی رو بتونن به وجود بیارن، هم بتونن از فضای اون لذت ببرن و برای چند ساعتی از آلودگی هوا، از سر و صداها، از مشکلاتی که در درون شهرشان وجود داره به دور باشن. چقدر این پارک ها در درون کابل وجود داره؟ چرا توجه صورت نگرفت تا اینکه پارک های تفریحی برای مردم خانواده ها در اینجا به وجود بیاد؟ طبعا شما ببینید وقتی که در کشوری که ما یک تعریفی واحد از جامعه نداشته باشیم، دقیقا با یک گونه چالش مواجه هستیم. دولت مکلف بود که باید حداقل ساحاتی که ساحات سرسبز و ساحای ریایشی و پارک های زینتی در اونجا می ساخت، متاسفانه این چیز ما کمرنگ در کابل می بینیم. ما اگر در چارچوب مرکز بحث داشته باشیم، شما ببینید وقتی که در کابل در گوشه و اکنافش قدم می زنید، بلند منزل های غیر قانونی ساخته شده، سرکش پای پیاده کس تیر شده نمیتونه، و پارک هایی که در اونجا باید موقعیتی زمین دولتی بود، زمین بود که مربوط شاروالی بود و با همکاری محیط زیست در اونجا میتونستن که حداقل یک مکانی را اینا احیا بکنن که در اونجا بتونه که مردم در بعضی اوقات بدور از دغدغه‌های روزگار و گپسخن در اونجا یک دقیقه نفس راحت بکشن، که همون یک جایی ما نداریم. ضعف ما در اینجا در ساختاری چارچوب و تشکیلات شهرداری تا سطح افغانستان میبینم که شهرداری کشور یک برنامه متداوم و واضح یک نداشته. مسئله دیگری و که دو محیط زیست در اینجا طبعا سایه کاری برمیگرده به مسئولیت های محیط زیست. یک مسئله ای که در کل به باد فراموشی سپرده شده از سوی حکومت و مسئولین و شاروالی ها و کسانی که والیان هستند، که زیاد دور نمیریم، به همین پاکستان اگر بریم سر بزنیم، به همین چین اگر بریم، به همین ایران اگر بریم، از بلاک ها و ساختمان های رایشی کرده پارک ها زیاد است، مکان های سرسبز زیاد است، مکان هایی که برای تفریح اطفال باشه، خانواده ها باشه، در اونجا موزیم باشه، در اونجا ادناس عتیقه باشه، در اونجا ادناس بازی برای خانواده ها و اطفال باشه، تعدادش خیلی کثیر و خیلی زیاد است. و دیدگاه اونام بر این است که اگر ما این اقدامات رو روی دست بگیریم، میتونیم توریستان بین المللی را جذب کنیم، میتونیم سیاحان بین المللی را جذب کنیم تا که اونا بیان یک نقشی را برای بهبود وضعیت اقتصادی ما داشته باشن. اما در افغانستان کاملا این مسئله فراموش شده. فقط دیدگاه حکومت بر این است که دونر پیدا بشه و پول، بکس های پول را بفرسته، از طریق بانک ها برشان بیارن و بتونن که چند پل و پلچک و سرک را بسازن و از اون طریق پول بدز بیارن، و دیدگاهشان بر این است که برن در نشست های جهانی بشینن تا اینکه پول بدز بیارن و از این طریق بتونن اقتصاد را به وجود بیارن. اگر پارک ساخته بشه، اگر برای خانواده ها مکان برای بود باش ساخته بشه، بدون شک میتونه که یک وضعیت اقتصادی خوب را به بار بیاره. سیاحان میارن، تاجران میان و توریست ها میان، در اینجا مصرف میکنن، پول خود را خرج میکنن و اقتصاد را میتونن بهبود ببخشن. شما ببینین حرفی که شما مطرح کردین، من کاملا به این اصل عقیده دارم، موافق هستم. شما ببینین وقتی که در دیگه کشور، شما پاکستان یاد کردین، ما کشورهای همجواری خودمون رو میبینیم، مثلا ایران، به می ترتیب که اونا نظافت و نظم بسا مراد کردن و به یک جای به اصطلاح پارک های سنتی و جای تفریح دارن، سیاحت در نفس خودش یک بخشی از فرهنگ ملت هم میتونه برای مایش بگذاره. شما ببینید در دیگر دنیا زمانی که مسئولیت های آدم مثلا اونجا خلاص میشه، زندگی واقعی خارجی ها بعد از تقاعد برای از او مفهوم و معنا داره. اونا بعد از تقاعد میتونن به یک جای سیاحت برن، در پارک های زینتی باشن و پارک ها بیشترن گسترش پیدا بکنن. مثلا بس ما وقتی که افغانستان رو میبینیم، افغانستان متاسفم که یک برنامه را نه از طرف دونرام داریم و نه از طرف همکاری و مشارکت مردم میتونیم داشته باشیم و نه دولت میتونه که یک برنامه و یک روال منظم به خاطر ایجاد پارک های سنتی، حداقل زمین هایی که شما ببینید، ما در کل کابل چند پارک سنتی داریم که اوجا همیال آنن، اگر شما برین ببینین، به یک مرکز مواد مخدر پودری ها مبدل شده. پارک شاری نو، پارک زرنگار، پارک وزیر اکبر خان، این جایی بوده که اصلا حداقل میتونه که مردم در اونجا ساعتی را بگذرانه و حداقل دولت توجهی بیشتر داشته باشه و محیط زیست و شهرداری کابل میتونه که اونا را زیر اثر خود بگیره. آقای فرقانی، اینا مسئولیتشون میاد. کشورهای وجود دارن در سطح جهان که پارک هایشان و مکان های سیاحتیشان
کلانترین آید را برشان توانسته به وجود بیاره. پارک هایشان، مکان های سیاحتیشان توانسته است که چرخه اقتصادیشان را به وجه احسن و خیلی گسترده و کلان در حرکت بیاره. با درک این که افغانستان قلب آسیا است، با درک این که افغانستان مکان خوب جغرافی خوبی است، اما میبینیم که وضعیت در اینجا چگونه است. چرا؟ خب ما اولا متاسف هستیم چرا تو یک وضعیت در افغانستان داره به یک پختگی میرسه و باز هم از امی تلویزیون شما و از امی پشت سر مایک شما صدای ما برای دولت مردا و برای حکومت امی است که حتی موضوعی که در باب پارک های سنتی و ساعات تفریحی و سیاحتی شما یاد کردین، اینها میتونه جزء تاریخ و فرهنگ یک کشور باشه. اینها باید در حفظ و نگهداری و برای ایجاد و برای حفظایش یافتن و همچون یک پارک ها و کارها باید نقش و باید توجه بسیار بیشتر داشته باشه. و ما تقریبا هر شهروند افغانستان این حق و این مسئولیت داره که باید برای آسایش و برای حفظ محیط زیستشان چی بگن. شما کابل هایی بیرین وقتی که هاب و هوا رمیال در چند موردی که ما از محیط زیست و از هواشناسی شنیدیم، اصلا میگن که حتی احتمال از این میره که حداقل حالت اصراری یعنی آقای فرخانی شما باورمند هستین که سیاحت و توجه به سیاحت و ایجاد پارک ها میتونه که کلانترین اقدام برای رونق وضعیت اقتصادی که یک کشور باشه؟ دقیقا 100% من به این اصل موافق هستم که حداقل اگر افزایش چنین پارک ها و ساعات تفریح در افغانستان زیاد شود، ما میتونیم که از همین مرجع بتونیم اقتصادی خوبتر داشته باشیم. تشکر. خیلی ممنون. وقفی کوتاه رو ببینیم، بعد از اون برمیگردیم در مورد رستوران ها و هتل هایی که فعالیت میکنن در رابطه با وضعیت اقتصادیشون گپ خواهیم زد. ۱.۵ افغانی فی دقیقه به تمام شبکه های داخلی زنگ بزنید. 20 پول در هر 10 ثانیه به شماره های اتصالات در کابل. 10 پول در هر 10 ثانیه به شماره های اتصالات در ولایات. فقط 2 افغانی فی دقیقه به هندوستان، امریکا، کانادا، جرمنی، چین و 2.5 افغانی فی دقیقه به پاکستان زنگ بزنید. برای فعال نمودن 1 را به 3378 پیام نمایید. 1 افغانی فیس روزانه قابل پرداخت می باشد. با اتصالات آینده از شماست. اطلاعیه مالیاتی با اطلاع شفاخانه های خصوصی، دانشگاه ها و مکاتب خصوصی رسانیده می شود. برای حل مشکل بررسی مالیاتی و کاهش جرایم مالیاتی می توانند به شرکت صاحبی مراجعه کنند. شماره تماس 0728-10-10-10. آدرس شیرپور، سرک اول، خانه نمبر 1. اتصالات بهترین نرخ تماس با ایران را پیشکش می دارد. حالا شما می توانید به عزیزانتان در ایران با 6.5 افغانی فی دقیقه زنگ بزنید. برای فعال نمودن این پیشکش 91 را با 3378 پیام کنید. عجله کنید، این پیشکش را همین حالا فعال سازید. برای غیر فعال نمودن PU فاصله 91 نوشته و با 3378 پیام نمایید. 1 افغانی فیس روزانه قابل پرداخت می باشد. با اتصالات آینده از شماست. شهروندان گرامی، همه روزه 200 تا 500 بست استخدام از جانب حکومت، مؤسسات، شرکت ها و افراد در بخش های مختلف در سطح کشور خاصتا کابل اعلان و از تلویزیون افغان بزنس به صورت 24 ساعته پخش می گردد. اگر دنبال کار و استخدام هستید، بناهن مانند صحت ها شهروند دیگر در مرکز خدمات کاریابی افغان بزنس سیویتان را ثبت کنید تا صاحب کار شوید. تیم مجرب ما در ارسال سیوی و معرفی مهارت شما به شرکت ها، مؤسسات و ادارات استخدام کننده الا مرحله استخدام همراهیتان می کند و معلومات نهادهایی که طبق مهارت شما اعلان کاریابی پخش می کند در اختیارتان قرار می دهد. کدید سالت نیورندیس خبر شید نو حیران بشید. هو
د اتصالات یو میاشتنی انټرنیټي کڅوړه فعال کړئ او سلسلنه وړیا اضافي انټرنیټ لاسته راوړئ. د فالوولو لپاره د خپلې خوښې انټرنیټي کڅوړې کوډ ولیکئ او 3 ته واستوئ. بیړه وکړئ، وړاندیز د لنډمهال لپاره دی. همدا اوس مو د خپلې خوښې کڅوړه فعال کړئ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. در این بحث ما و این 15 دقیقه اخیر در مورد رستوران ها گپ میزنیم. رستوران هایی که بناوی آمدن تا این که بتونن که دو مسئله را در کل روی دست بگیرن. یکی این که بتونن یک تصویر خوب و جامعه مثبتی را از افغانستان و کشورهای جهان نشون بتن و در کنارون بتونن که رونق اقتصادی را به وجود بیارن، هم در کنارون یک اصطلاح عامیانه است که میگن هم خرما به دست بیارن هم ثواب به دست بیارن. اما میخوایم از این مسئله گپ بزنیم که رستوران های گسترده ای که در مرکز شهر و بیشتر در کابل وجود دارند در کدام حالتی هستند، چه وضعیتی دارند و حضور این رستوران ها چقدر مفید تا به امروز تمام شده. با طبق گزارشاتی که به دسترس داریم تعداد زیادتر از این رستوران ها آمدن فعالیت را شروع کردن، اما بعدا متاسفانه بنابر مشکلات اقتصادی و عوامل دیگری که وجود داشتند دوباره بار به سر خود را بسته کردند و رو به سقوط آوردند. آقای فرخانی در این مورد گپ بزنید. اول در ابتدا بیاین بگوین که حضور رستوران های متفاوتی که در درون پایتخت هست را چقدر ستایش میکنید و چقدر مفید بوده میتونه؟ ما در سطح مرکز البته به می ترتیب که ما سکتور خصوصی و همه ابعاد اقتصادی کشور ما به سمت خصوصی سازی رفته و دولت مکلف بوده که به در حالت اینا کنترل شود، ولی ما دیدی چندان مثبتی در قبالی و رستوران ها و هتل‌های کابل ندارم. به دلیل از این ندارم که تقریبا یک ساحات بسیار کمش اگر رستوران هایی باشه که اونجا نظافت مراد شود، اصل و اصولی به اصطلاح معیاری رستوران و هتلداری مراد شود، ولی متاسفانه ما در برخی از اکثریت نقاط کابل چنین یک فضای مساعده. اما اگر از ناحیه اقتصادیش را بخوایم گپ بزنیم که چه کمکی به وضعیت اقتصادی میتونه بکنه؟ شما ببینید وقتی که یک کسی میاد وارد هتلداری میشه، خب اولا اینکه باید تخصص در اون عرصه باید داشته باشه، حداقل با مو همکاری و با مو چیز مشترکی که با میان دولت باشه با او بیا کار بکنه، و اینکه حتما کراس سنگین است یا حداقل فضای نامساعد اجتماع و جامعه افغانستان رو باعث از این میشه که کسی که به اصطلاح مو اهلیت و ظرفیت و تخصص در بخش هتلداری و حفظ پاکی و نظافت داره او نمیشه، ولی کسایی متاسفانه میان بالای هتلداری و رستوران کار میکنن که اونا اصلا هیچ گونه آشنایی با یکانه دلیله که یک تعداد افراد آمدن و رستوران تیرا به وجود آوردن و فعالیتی را آغاز کردن حتی در پایتخت، بعد از گذشت دوباره سقوط کردند و کاروبار خود را بسته کردند و دیگر تمایلی به ادامه فعالیت خود در قبال رستوران داری نکردند. از دید شما چی بوده میتونه؟ خب دلایل مختلف اینجا وجود داره، یکی نبودی شرایط بهتر برای ازو از طرف دولت و جایی که اصلا ملکیت های بیشتری کابل شاید شخصی باشه که اونا به کرایه میگیرن زمانی که کاروبارشان رونق پیدا میکنه و او افزایش میفته و ادامه پیدا میکنه، وقتی که متاسفانه بی‌توجهی و بی‌پروایی صورت میگیره اونها رخت سفر میبندن. به اول حاض ما حرف میاست که حداقل نهادهایی که در این مورد زیدخل هستن، مسئول هستن، بدانن یک فضای بهتری به وجود بیارن که حداقل هماهنگی و همسویی بیشتر میان هتلدارای عزیزمون و مردم افغانستان و دولت بتونن اینا بیشتر کارشان رونق بتن و حتی نرخ و نوای ازیا باید کنترل شود. شما اگر در شهر کابل همین فعلا ما شما ببینیم یک جا یک نرخ است، یک جا یک نرخ است، از غرب کابل تا شمال کابل تا شرق کابل خیلی تفاوت‌های ما می‌بینیم که تفاوت‌های به شکل تبعیض‌گونه، به شکلی که اونجا ما تبعیض مستقیم می‌بینیم. به این لحاظ این حالت وقتی میتونه که بهبود پیدا کنه، وقتی میتونه که یک احیای مجدد شه و یک دید و یک تجدید نظری بهتر صورت بگیره که حداقل هتل و رستوران در دیگر کشورها خیلی مفید است. حتی زمانی که ما به یک کشور مسافر میشیم میریم
یگانه موردی که بسیار مهم است رفتن به یک هتل است که ما جای بهتر، محیط بهتر و غذای بهتر باید پای چی بکنیم. ولی در افغانستان متاسفانه این یک مورد نیست. بیشتر هتل ها به شکل بسیار پول های گزاف پیش میرن که قابل قبول با ملت افغانستان. در کنار این مسئله اقتصاد ضعیف مردم و خانواده ها که همه ساله و همه روزه اقتصاد ضعیفتر میشه، خرابتر میشه، بیکاری گسترده تر میشه و مردم واقعا تضعیف میشه اقتصادشان، این مسئله چقدر تاثیر گذاشته که مردم تمایل ندارن با خانواده هایشان در رستوران ها برن و بتونن که زندگی بکنن و همچنان خورد و خوراکی را روی دست بگیرن؟ دقیقا شما در بازار اقتصادی کشور وقتی که مراجعه میکنین شما نرخ و نوای دلار را میبینین که در حال افزایش بوده و حال پس در یک نرخی بلند قرار داره. در سابق مثلا ای مورد و این مسئله خیلی در سطح افغانستان معمول بود که فامیل ها و حتی کسایی که نامزاد بودن و کسایی که با دوستایشان میرفتن معمولا رسم و رواج قدیمی ما افغان ها و ما به اصطلاح ساکنین اصلی خاک و مرز و بومی بود که ما با رستوران ها بیشتر شما کوچه کافروشی ها ببینید یکی از مکان های بسیار تاریخی است که در اونجا مردم میرن به خاطر معمولا مخصوصا به غذای چاینکی خوردن. ولی امروز راجع به سوال شما باید یک نکته را بگویم که خیلی دردآور است وقتی که در کشوری که کار نباشه ملت سرگرم یک کارخانه و یک سایه کاری و یک شرایط بهتری زندگی برای ازیا نباشه چطور میتونن که اینها برن مثلا امی مثلا باعث میشه که اینا از هتل رفتن زیادتر خودداری میکنن. یک مسئله دیگر هم ضعیف وجود داره آقای فرقانی که یکانه علت بیشتر از سقوط یک تعداد از رستوران ها که دیگر نتونستن فعالیت بکنن و یا فست فود هایی که در اینجا وجود داره، آیا باورمند هستین که وارد کردن غذاهای کشورهای دیگر، وارد کردن فرهنگ غذاهای دیگر کشورها که بنای مردم افغانستان با اون آشنایی ندارن، فروختن اون در درون مارکت و بازار و رستوران های افغانستان همین مسئله بوده که مردم تمایل ندارن تا برن غذاهای کشورهای دیگر را صرف بکنن و بتونن که هم کمکی برای خود بکنن هم با اون اقتصاد اون هتل بکنن؟ بسیار نقطه مهم اشاره کردین، خیلی سوال مهم بود که البته از ذهن من فراموش شد و بعد یک چیزی به مورد بگویم. این میتونه که بسیار یک تاثیر منفی بالای روال به اصطلاح غذاهای اصیل وطن ما داشته باشه. شما ببینید وقتی که ما شما از پاکستان یاد کنید، وقتی که در پاکستان در هر سوپرمارکت و در هر مکانی به اصطلاح رستورانتش داخل شوی به غیر از همون تولید خودش دیگه چیز شما نمیبینید، به غیر از یگان رستورانت هایی که در سطح به اصطلاح خارجی اونجا زیادتر میان از دیگه کشور بسیار زیادتر مراجعه میکنن، در اونجا باز نوشابه ها با چیزایی شما تماشا میکنید که حداقل از بیرون وارد شده. ولی در افغانستان متاسفانه این مسئله هیچ اصلا قابل بحث نیست و هیچ مرجع برای خود یک مسئولیت پذیری نداره که حداقل همین مسئله کنترل شوه، پرسان شوه که غذایی که شما در کابل ما ولایت افغانستان کمتر در این مورد چی است، ممکن اگر چند ولایت محدود هرات، مزار، تا جای کم قندار و جلال آباد، ولی در سطح مرکز وقتی که شما مشاهده بکنید ما شاهد ازی هستیم که فعلا امیالی در چند نقاط کابل مستقیما غذای پاکستان به فروش میرسه. بله غذای پاکستانی ها در اونجا حتی از آشپز شروع تا گارسونش پاکستانیه. ای باید پرسان شد و باید حداقل یک اسناد قانونی باید داره شد و باید ما در اینجا ضعف دولت هم میبینم. دولت باید مسئول است که باید این مسئله را دنبال بکنه و مردم هم مسئولیت داره. وقتی ما میگم یک افغان شهروند یک کشور مسئولیت ازی داره که بتونه یک عمل کرد و یک موردی به اصطلاح بدور از فرهنگ و عرف و عادات و رسوم ما را میبینه او باید حداقل واجب. خب آقای فرسانی اگر واقعا یک نوع نظم و تدبیر در کار رستوران داری به پیش گرفته بشه، اگر واقعا بازار را درک بکنن، فرهنگ را درک بکنن، اگر واقعا نیازمندی های مردم درک صورت بگیره که مردم افغانستان خواهان چگونه غذایی هستند، چگونه چیز را میخوان صرف بکنن، اگر در اینجا امکانات وجود داشته باشه، اگر در اینجا پاکی و نظافت مراعات بشه، حضور رستوران ها، حضور فست فود ها چه تأثیری بالای وضعیت اقتصادی یک کشور میتونه بکنه؟ باز هم برمیگردیم به سخن معروف مولایی که آفتاب آمد دلیل آفتاب فعلی تو هستین غصه های دم بدم. ما متاسفانه خیلی در یک حالتی مایوسیت قرار داریم. اگر این چنین مواردی که شما اشاره کردین اگه ای رو به افزایش باشه و ای رشد بکنه، شما باور کنین که حتی در سایری از عرف و عنانات اصیل افغانی ما یک سلسله تا
تغییرات منفی پیدا میشه. ما باز هم صدای ما، تاکید ما با بزرگای افغانستان، با جوانا، با کسایی که در بالاخره در سکتورهای مختلف دولت به اصطلاح مصروف خدمتگزاری و ایفای وظیفه هستند، این مسئله را باید بسیار درک بکنن، توجه بکنن و سران دولت و سران حکومت وحدت ملی ما از همین تلویزیون شما براش میگم، به عنوان یک شهروندی از این کشور، به عنوان یک جوان کشور، صدای معنی است که در این مسئله باید تاکید و برنامه بسیار متداوم و روشن در چارچوب قانونی اساسی و نافذ افغانستان باید داشته باشه، وگرنه ما حالت خوبی را نداریم. و شما ببینید که وقتی که ما چندین بار حال جای یاد کردنش هم نیست، در وقتی که در شارینو شما میرین در شینواریا در کوچه چاره یا جا خوب بله. در اونجا چندین موردی بود که رسما از طرف امنیت ملی بازداشت شد. در اونجا گوشت حیوانات حرام و فروش میرساندن. حالا هم اگر ما یک مثال عامیانه البته داریم، میگه که از بی‌صاحبی روبه سری بام میبره بله. وقتی که در ملکی که پرسان نبود، در ملکی بله. که بازخواست نبود، در ملکی که مسئولیت پذیری نبود، کسی مسئولیت خود را درک نکرد، شما باور داشته باشین در اونجا همین وضعیت ادامه پیدا کرد. یعنی در کل باورمند هستین که تنها به خاطر رکود اقتصادی که به وجود میه و ضعف‌های اقتصادی که به وجود میه، تنها حکومت را نمیتونیم ملامت بکنیم و به نوعی مردم هم در وخیم شدن این وضعیت نقش دارند. دقیقاً ما به این اصل متحد و بسیار باورمند هستیم که همکاری مردم اگر نباشه دولت هیچ کاری کار نمیکنه. ما همیشه که جای حرف زدیم و صحبت کردیم، مخاطب ما تنها دولت نبود. این که دولت در چارچوب قانون اساسی کار کرد و همون نظارگر و همون فرایند و نظم و اصولی خود هم میتونه داشته باشه، ولی مردم هم طرفی از قضیه هستن. مردم هم میتونن که در اونجا بیشتر داشته باشن و بسیار گپی. ممنون. بسیار تشکر آقای اسدالله فرقانی. ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. سپاسگزار هستیم از شما آقای خالد. سلامت باشین. در این یک ساعت سه موضوعی متفاوت را فعالیت انجوها و نهادها و مؤسسات و پروژه های عام المنفعه و همچنان فعالیت رستوران ها را مورد بحث قرار دادیم. تا اقتصاد ماه دیگر بدرود. نجمی حیدری هستم، یک تن از مهندسین قصر دالمان از پوهنتون پلی‌تکنیک کابل فارغ شدیم و همی که فارغ شدم ایفای وظیفه پیدا کردم در خط قصر دالمان و اولین دختر خانم بودم که اینجا انتخاب شدم و از شروع اول ما نقشه های قصر دالمان اسناسازی کردیم، مستعد شد و بعدا مدت 2.5 سال در بر گرفتن. بعد از 2.5 سال ما شروع کردیم به کار عملی پروژه قصر دالمان. نسترن بهار هستم، مهندس در قصر دالمان. ما در سال 2010 از پوهنتون پلی‌تکنیک فارغ شدم از ساختمانی رشته مهندسی دپارتمان مهندسی و تقریبا مدت 7 سال میشه که من تجربه کاری دارم. مدت 3 سال تعلیم میشه که در قصر دالمان کار میکنم. من هست یک دختر خانم، اولی که خودم خیلی خرسند و خوشحال هستم که اینجا به حیث یک مهندس و انجینیر کار میکنم، خیلی خرسند هستم و انشالله که یک چهره خوب و چهره خیلی زیبا قصر دالمان به خود میگیرم. با ما امروز به خاطر امی که هم توانایی خود نشان بدیم و هم یک روحی مثبت به دیگه طبقه آن بدیم که واقعا زنها هم میتوانن که از خانه براین مصروف هر کاری که بخوان به خواست خود میتونن که به او کارا پیش ببرن. ما روز اول که آمدیم بیشترم